درود به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زمین. امیدوارم هر کجای این سیاره آبی و خاکی که هستید در پناه خدا، زیر آسمون خدا، شاد، سلامت، تندرست و حتما بله عاشق باشید. دوستان عزیزم، مهرزاد هستم، با یک کار دیگه از مجموعه فرازمینی ها در خدمتتون هستم. بپردازیم به موضوع جذاب امروز. بله، همونطور که از نام این قسمت متوجه شدید، یک قسمت دیگه از سریال محبوب و مورد علاقه شما که بسیار هم مورد توجهتون واقع شده رو سعادت اینو داشتم که بتونم این قسمت رو هم برای شما آماده پخش کنم. امروز قسمت سوم از فصل دوم گفتگو با یک بیگانه یا ماتیلدا رو با هم پی میگیریم. بیشتر از این مصدع و مزاحمه دقایق شما دوستان خوب و گلم نمیشم و از شما دعوت میکنم که به اتفاق و هم به تماشای قسمت سوم از فصل دوم گفتگو با یک بیگانه یا ماتیلدا بنشینیم. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار شما، مهرزاد. شما میتونین اشاره به فرگشت رو در اشعار ودایی باستانی پیدا کنید. متون ودایی مثل داستانهای قومی یا خردهای جمعی و خرافه ها از سراسر سیستمهای دنیای مرکزی جمع‌آوری شده. اونها مثل کتاب قافیه دار در قالب شعر در اومدن. برای هر اظهار حقیقی، اشعار حاوی شمار بسیاری نیرنگ و حقایق دستکاری شده بود. واژگونی حقیقت و خیال پردازی های پر اوهام که به شکلی ناشیانه و ناهمگون با مفاهیم حقیقی مخلوط شده بودند. نظریه فرگشت فرض نموده که منشأ الهام بخش انرژی که هر نوع از حیات رو جاندار میکنه وجود نداره. این گونه فرض شده که یک ترکیب شیمیایی یا چیز بیجان میتونه ناگهان زنده یا به شکل تصادفی یا خود به خود جاندار گردد. یا شاید تخلیه الکتریکی یک استخ از لجن شیمیایی میتونه به شکل جادویی یک موجود جاندار رو تولید کنه. به هیچ وجه مدرکی مبنی بر درست بودن اون وجود نداره، چون به واقع درست نیست. دکتر فرانکشتاین واقعا پس از مرگ زنده و به یک هیولای غارتگر تبدیل نشده جز در خیال یک ارواح جاودان که در شبی تاریک و طوفانی عزم نوشتن این داستان ساختگی رو نموده. هیچ دانشمند غربی هرگز تأمل نمی کنه تا بیاندیشد که چه کسی، چرا، چه وقت و چه زمانی و چگونه جانبخشی اتفاقی را موجب می شود. روح به عنوان منشأ نیروی حیاتی مورد نیاز برای جانبخشی به اشیا و چیزهای بیجان یا بافت سلولی کاملا نادیده گرفته شده، تکذیب شده یا درباره اش اظهار بی اطلاعی شده و این تنها علت شکست پزشکی در قلب. علاوه بر این، فرگشت به شکل تصادفی رخ نداده و مستلزم بهره‌گیری از فناوری عظیمی بوده که میبایست تحت نظارت ارواح جاودان انجام میشده. مثال خیلی ساده اون رو میتوان در اصلاح نژادی حیوانات اهلی یا پرورش سگ‌ها مشاهده نمود. به هر حال این نظر که ارگانیسم‌های بیولوژیکی انسان به شکل طبیعی از میمون‌های ابتدایی تر فرگشت یافته‌اند نادرست است. هیچ مدرک فیزیکی پیدا نشده که این نظریه رو اثبات کنه که اندام‌های نوع بشر سیر فرگشتی خود رو بر زمین طی کرده باشن.
دلیلش هم بسیار ساده است. این عقیده که بدن انسان برگشت خود به خودی است، از زمانهای بسیار کهن ناشی از تعامل شیمیایی در غبار تاریک زمان، چیزی بیش از دروغ هیپنوتیکی نیست که توسط عوامل فراموشی القا شده تا از تجدید خاطر درباره منشأ حقیقی بشریت جلوگیری کند. در واقع برای تریلیون‌ها سال در سراسر کیهان اندام انسانی در اشکال متنوع وجود داشته. به عنوان یک افسر، خلبان و مهندس دنیای مرکزی میبایست همیشه از دیدگاه بسیار واقع بینانه برخوردار میبودم. اگر دستورالعمل عملیاتیم استفاده از دیدگاه‌های دوگم یا لفاظی بود، نمیتونستم مأموریت‌هام رو به شکلی مؤثر و کامل انجام بدم. بنابراین بحث ما از تاریخ بر اساس رخدادهای واقعی است که مدت‌ها قبل از ورود ارواح جاودان و قبل از به قدرت رسیدن امپراتور قدیم بر زمین رخ داده. میتونم بخشی از این تاریخ رو بر اساس تجربه شخصیم بازگو کنم. میلیون ها سال پیش از این من عضو یک آزمایشگاه بیولوژیکال خیلی بزرگ در کهکشان خیلی دور از اینجا بودم. این آزمایشگاه شرکت نوپای آرکادیا نامیده می شد. من مهندس بیولوژی بودم که با گروه بزرگی از تکنسیان ها کار می کردم. کار ما تولید و عرضه اشکال جدیدی از حیات برای سیاره های غیر مسکونی بود. در اون زمان در دنیای مرکزی میلیون ها سیستم ستاره ای با میلیون ها سیاره غیر مسکونی وجود داشت. در اون زمان شرکت های آزمایشگاهی بیولوژیکال زیاد دیگه‌ای هم وجود داشت که هر کدوم از اونها در تولید انواع متفاوتی از فرم های حیات تخصص داشتند و نوع تولید حیات به رده سیاره‌ای که قرار بود مسکونی شود بستگی داشت. طی دوره‌های بسیار طولانی این آزمایشگاه‌ها فهرست بلندبالایی از گونه‌ها را در سراسر کهکشان توسعه دادند. ترکیب ژنتیکی اولیه در همه گونه‌های حیات تا حد بسیار زیاد مشترکه. بنابراین حجم زیادی از کارشون به دستکاری الگوی ژنتیکی اولیه برای عرضه انواع اشکال حیات مربوط می شده که مناسب زیست در دره سیارهی متنوع می باشند. شرکت نوپای آرکادیا پستانداران رو به مناطق جنگلی اختصاص داده و پرندگان رو به مناطق گرمسیری. اعضای بخش بازاریابی ما با حکرانان سیاره‌ای گوناگون و خریداران مستقل سراسر کیهان مذاکره کرده و قرارداد می‌بستند. متخصصان حیواناتی را متناسب با تغییرات آب و هوایی، جو و گرانش سیاره و محتوای شیمیایی اون تولید می‌کردند. به این منظور کارکنان ما با دیگر شرکت‌هایی که اشکال دیگری از حیات را خلق می‌کردند در ارتباط بودند. در این میون یک صنعت جدید روش نموده و اطلاع رسانی‌ها و انواع اطلاعات دیگه از طریق شرکتی که پروژه‌های مربوطه را هماهنگ می‌کرده تدارک دیده می‌شده. همونطور که میتونین تصور کنین، تحقیقات ما به حجم زیادی از سفرهای بین ستاره‌ای برای بررسی سیاره‌ای احتیاج داشت. این زمانی بود که من در حال آموزش هنر خلبانی بودم. اطلاعات جمع‌آوری شده در پایگاه‌های داده قولاسای کامپیوتری ذخیره شده و توسط مهندسان بیولوژیکال ارزیابی می شد. یک کامپیوتر دستگاه الکترونیکی است که به عنوان یک مغز مصنوعی یا ماشین محاسباتی پیچیده مورد استفاده قرار می گیره و قابلیت ذخیره اطلاعات، انجام محاسبه ها
و حل مسائل و اجرای وظایف مکانیکی رو داراست. در اغلب سیستم‌های قولاسای کیهان، کامپیوترهای خیلی بزرگ معمولاً برای اداره امور معمول، خدمات فنی و فعالیت‌های مربوط به تعمیر و نگهداری کل یک سیاره یا سیستم سیاره‌ای مورد استفاده بودند. بر اساس ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری شده، بر اساس طرح‌ها و تفاصیل هنرمندانه بوده که موجودات جدید ساخته می‌شدند. برخی طرح‌ها به بالاترین پیشنهاد فروخته می‌شدند. دیگر اشکال زندگی مطابق درخواست مشتری ساخته می‌شدند. طراحی و خصوصیات فنی از یک خط مونتاژ عبور می‌کرده، خطی که در اون مجموعه‌ای از مهندسان فنی و شیمیدان و سلول‌شناس برای حل مشکلات گوناگون کار می‌کردند. کارشون ترکیب همه عوامل جزئی در یک محصول نهایی شده و زیبا و اصولی و قابل استفاده بوده. نمونه‌های آزمایشی این موجودات پس از تولید در محیط مصنوعی آزمایش می‌شدند و عیب و نقص‌ها برطرف شده، اصلاحات اعمال شده و در نهایت شکل جدیدی از حیات با کمک نیروی حیات یا انرژی معنوی قبل از معرفی به محیط سیاره‌ای واقعی برای آزمایش نهایی جاندار و زیروح می گردد. بعد از ارائه شکل نوینی از حیات، ما تعامل این ارگانیسم‌های بیولوژیکی رو با محیط زیست سیاره‌ای و دیگر اشکال حیات بومی رصد می کنیم. درگیری‌های ناشی از تعامل بین ارگانیسم‌های ناسازگار از طریق مذاکره بین خودمان و دیگر شرکت‌ها حل و فصل می‌شود. مذاکرات معمولاً به مصالح منتهی شده و تصمیم گرفته می‌شود که یا موجودات ما و یا موجودات اونها هر دو اصلاح شوند. این بخش از دانش به تعبیر شما علم اصلاح نژاد نام دارد. در برخی موارد تغییرات در محیط زیست سیاره اعمال می شود. البته نه اغلب موارد، چون نسبت به تغییر یک فرم خاص از حیات، ساختن سیاره کار بسیار پیچیده تری است. تصادفاً دوست و مهندسی که من با او حین کار در شرکت نوپای آرکادیا آشنا شده بودم که مدت‌ها بعد شرکت رو رها کردم، به من گفت که یکی از پروژه‌هایی که قراردادش بسته شده در دوران متأخرتر، پروژه تحویل اشکال حیات به زمین برای تدارک مجدد حیات بر روی اون بوده، چون بعد از یک نبرد طولانی کهکشانی بیشتر حیات روی این سیاره در این نقطه از فضا نابود شد. این جریان به 70 میلیون سال قبل باز می‌گردد. مهارت مورد نیاز برای مناسب کردن سیاره تا آنجا که متقابلاً محیط زیست مناسبی بتوان در آن پدید آورد که بتوان بیلیون‌ها گونه متنوع را در خود جای دهد به کنار، این کار خود تعهد بسیار سنگینی بود. مشاوران متخصص از همه شرکت‌های زیست فناوری در کهکشان برای کمک به این پروژه فرا خوانده شدند. اونچه که حالا شما می‌بینین تنوع عظیمی از اشکال حیات است که بر زمین باقی مانده. دانشمندان شما بر این باورند که فرضیه نادرست فرگشت توضیحی است برای وجود تمام اشکال حیات در زمین. حقیقت اینه که تمام اشکال حیات در اینجا و همه دیگر سیارات این کهکشان توسط شرکت‌هایی شبیه شرکت ما خلق شدن. چه توضیح دیگه‌ای میتونین برای میلیون‌ها نوع حیات کاملاً متفاوت و نامرتبط بر خشکی‌ها و اقیانوس‌های این سیاره ارائه کنید؟ چه توضیحی برای منشأ حیات معنوی که هر موجود زنده را جان می بخشد دارید؟ گفتن این که این کار خدا بوده
بسیار کلیگویید. هر روح جاودان روحانی در دوران بسیار دور و جاهایی متفاوت نامی دارد و چهره‌ای. هر روح جاودان روحانی یک خداست. اونها وقتی در یک شیء فیزیکی ساکن می شوند منشأ حیات هستند. به عنوان مثال میلیون ها نوع حشره وجود داره که حدود 350 تا از اونها سوسک مانند هستند. ممکنه در هر دوره حدود 100 میلیون گونه زی حیات بر زمین زیسته باشند. علاوه بر این بارها شده که تعداد گونه های منقرض شده از گونه های در قید حیات بر زمین بیشتر شده. برخی از اونها در سوابق زمین شناسی یا فسیلی زمین بازیابی شدن. در حال حاضر فرضیه فرگشت اشکال حیات بر زمین تنوع بیولوژیکی پدیده ها رو در نظر نمی گیره. فرگشت از طریق انتخاب طبیعی بسیار علمی و تخیلی است. برخلاف اونچه که در کتاب‌های درسی زمینی اومده، یک گونه شانسی یا تصادفی سیر فرگشتی خود رو طی نمی‌کنه تا تبدیل به گونه دیگری شود، اون هم بدون دستکاری اطلاعات ژنتیکی توسط یک روح جاودان. یک مثال ساده در این رابطه مربوط می شود به دخالت ارواح جاودان در روند تولید مثل یا گزینه انتخابی گونه های روی زمین. طی چند سال گذشته صدها سگ و صدها نو کبوتر و صدها ماهی به نام کوی در ظرف فقط دوره کوتاهی سیر فرگشتی خود را طی کردند. کوی ها بیشتر برای آراستن باغ‌ها در فضای باز و در استخرها و حوضچه باغ‌ها نگهداری می‌شوند. این نوع ماهی در دهه 1820 از پرورش و اصلاح نژادی کپور معمولی به وجود آمد. کوی‌ها هنوز در ژاپن طرفداران فراوانی دارند و نماد عشق و دوستی خوانده می‌شوند. رنگ‌های کوی‌ها بسیار گوناگون می‌باشد. اما رایج‌ترین این رنگ‌ها سفید، قرمز، سیاه، زرد، آبی و خامه‌ای می‌باشد که شروع کارشان فقط با یک نژاد اصلی بوده. بدون دخالت فعالانه ارواح جاودان، ارگانیسم‌های بیولوژیکال به ندرت تغییر می‌کنند. گزارش EBE روی نوار ضبط و به یادداشت‌های تدنویس جهت روشن شدن مطلب اضافه می‌شد. بلافاصله بعد مصاحبه‌ام گزارش رو می‌دادم، چون هر چیزی که طی مصاحبه گفته شده بود هنوز تازه بود. وقتی که این ماجرا رو برای تدنویس گالری بازگو می‌کردم هنوز اندکی گیج بودم. چشمانداز تاریخ زمین از دیدگاه دنیای مرکزی دست کم برای من بسیار عجیب بود. مطمئن نبودم که احساس ناخوشایندی که داشتم به خاطر اون عدم تطبیق بوده یا به خاطر کسب تطبیقی جدید. به هر شکلی احساس ناپایداری و گیجی می کردم، اما در این حال حاله ای از حقیقت رو در این حین احساس می کردم و به اضافه تجربه حس غرور و دیرباوری در خودم. تو نویس چند بار حین نوشتن درس تاریخ که توسط من به او منتقل می شد با بدگمانی به من نگاه می کرد. مطمئنم که او فکر می کرد که عقلم رو از دست دادم، شایدم حق با او بوده. به هر حال اگه ذهنم بنا به گفته EBE با تلقین‌های هیپنوتیکی و خاطرات کاذب امپراتور قدیم پر شده، شاید این پندار درستی باشه که من عقلم رو از دست دادم.
خودم وقت زیادی نداشتم که در مورد این چیزا فکر بکنم. وظیفه من این بود که همه اطلاعات رو تا جایی که میتونستم از ای بی ای دریافت کنم و بلافاصله بعد خاتمه دادن گفتگوی ای بی ای اون رو برای تون نویس بازگو کنم. کار من تجزیه و تحلیل اطلاعات نبود. فقط باید تا جایی که ممکن بود اطلاعات رو درست منتقل می کردم. تجزیه و تحلیل به عهده افراد گالری یا هر کسی بود که کپی مصاحبه ها رو دریافت می کرد. همچنین فهرستی از کتاب ها و اطلاعات مورد نیاز درخواست شده توسط ای بی ای رو به مأمور گالری تحویل می دادم تا اونها رو جمع‌آوری کرده و به ای بی ای تحویل داده بشه. هر شب بعد از اینکه ای بی ای رو ترک می کردم، او تمام شب رو به مطالعه یا اسکن کتاب‌ها و اطلاعاتی که به او تحویل داده شده بود مشغول می شد. ظاهراً هر یک از اعضای گالری که رونوشت دیکته شده به تون نویس رو دریافت می کردن در جستجوی اطلاعاتی بودن که براشون بسیار جالب بود. صبح پس از صرف صبحانه به اتاق مصاحبه برگشتم تا مصاحبه یا بهتر بگم درس آموزیم رو نزد ای بی ای ادامه بدم. با یک دنیا سپاس و قدردانی از زحمات بانو سرکار خانم سلماست که زحمت گفتگو به جای شخصیت ماتیلدا با ایشون بود. قطعا و حتما اگر وجود گرم و سبز این بانوی نازنین نبود، تولید این مجموعه برای من به تنهایی هرگز میسر نبود.